یکی از کسانی که من نمیدونم از زیراب زنا یکیشون سپهبد آذربرزین بوده است یا نبوده است، آنچه میدانیم این است که یکی از افسرهای زیر دست پدر شما بود ولی شد جانشین فرمانده نیروی هوایی. بعد از انقلاب هم تا 6 اسفند 57 فرمانده نیروی هوایی شد، نیروی هوایی جمهوری اسلامی شد. بعدم یه مدت عضو شورای عالی دفاع شد با همین خامنه ای و اینها. میدونیم میبینیمش سیمای جمهوری اسلامی گفتگوهای از او پخش میکنه که علیه پدر شما هم حرفایی زد که شما یه جوابیه ای نوشتید که البته به جزئیات اشاره نکردین و گویا خیلی عصبانی بودین از دستش که این جوابیه رو نوشتین، در حالی که هیچ وقت شما واکنش نشون نمیدادید به چیزایی که جمهوری اسلامی مثلا درباره پدرتون میگفت، خوب یا بد هر چی. مشکل تیمسار آذربرزین با پدر شما چه بود و اصلا آذربرزین کی بود، چرا، چگونه سازش کرد با آخوندها؟ چقدر خبر دارین شما آقای جهانبانی؟ آذربرزین یه شخصی بود که تو مهرآبادی که من زندگی میکردم همسایه ما بود، به مضمون اول هم از این شخص خوشم نمیومد، به پدرم هم میگفتم ولی خب پدرم خیلی باش دوست بودم. آذربرزین خلبان خوبی نبود، فرمانده خوبی هم نبود و عقده عجیبی داشت، مخصوصا به کسایی که آکروجت پرواز میکردن، چون تو کتابش هم اینو چندین بار تکرار کرد، عقده داشت راجع به این چیزا. آدم بود که مارمولک بازی زیاد میکرد، پشت صحنه خیلی کار میکرد و با پدرم بد بود، برای اینکه عقده ای داشت به پدرم راجع به همین موفقیت پدرم. اون موقع خب پدرم خیلی موفق تر از اون بود دیگه. به آذربرزین از من مطمئن میدونم که از یک سال قبل از انقلاب با این رژیم همکاری داشت میکرد، اونو 100% میدونم و به امید این که یه روزی فرمانده نیروی هوایی بشه که شد، ولی بعد از 2 ماه به خاطر اینکه افسران نیروی هوایی این آدم رو قبول نشدن و منفور بود برش داشتن باز، بعد رفت پشت صحنه با اینا کار کرد خیلی زیاد و راحت هم اومد آمریکا. چطور ممکنه که کسی که جانشین فرمانده نیروی هوایی هست اگه خائن نباشه چطور میتونه زنده در بیاد؟ این سوالی است که خب جوابش مشخصه. کتابش هم اگه بخونید که جز از تعریف از خودش و بدگویی از بقیه چیز دیگه ای نیست، حتی کسی مثل تیمسار خاتم که اینقدر به این کمک کرد بعد این بد میگفت، یه جایی میگفت پدرم چقدر کمکش کرد، صفحه بعد بد میگفت. این دلیل بود که من براش نامه نوشتم، بلکه من اینکه میشناختم میشه. و یکی چیزایی که خودش اقرار کرد که یه لیست افسران نیروی هوایی که تو زندان بودن براش آوردن و گفتن که کیو اعدام کنیم کیو نکنیم، با کمال وقاحت نوشتی که من لیست رو انتخاب کردم کی اعدام بشه کی نشه. خب میدونیم کیا رو انتخاب کرد دیگه. این آدم به نظر من خیلی خائنه و این دلیل من جواب خیلی تندی براش نوشتم، برای اینکه